مثل حمله مغول ها پشتیبان هم بودن و یا اینکه ایران این خوبه دیگه، باید اینجوری باشن. یو سلام دوستان، خوش آمد. مونده بودید؟ نه میخواستم بگم خوش آمدید. آقا خوش اومدید. اومدیم بریم سراغ یک موضوع بسیار جذاب و خفن، سراغ دانستنی های عجیب افغانستان. چیزایی که نمیدونید، خودتونم نمیدونید. واقعا چیزایی که خودتونم نمیدونید. ببین چی شده که دانشجو رفته چی پیدا کرده که شما خودتونم نمیدونید. آره بچه‌ها خیلی خوشو میگن. پس حتما کانال ما رو به دوستانتون معرفی بکنید، چون این چیزایی ما میگیم که خودتونم نمیدونید. آره یهو اینی بچه‌ها رفتیم از خاک صندوقمون یک فیلم خفن درآوردیم آوردیم دیگه براتون نشون دادیم. منظور فیلم ها فکر چه بعد نکنیم بچه‌ها. اصلا هیچ توصیفی دیگه‌ای نمیتونست انجام بده. 3 ساعت طول داد. آقا دمت گرم بچه‌ها که تماشا کردید. حتما لایک و سابسکرایب بکوبید. زنگ بزنید سر بزنید. و حتما اگه موضوع چیزی داشتید، ایده چیزی داشتید واسه ما بفرستید داخل کامنت ها. حالا چه لینک ویدیو چه خود موضوع رو بگید و دمتون گرم. بریم سراغ این ویدیو دانستنی‌های عجیب هفت. Let's go. دانستید که اگر از مرز افغانستان به چین وارد شوید، ساعت به یک باره 3.5 ساعت جلو میره؟ ای 3.5 ساعت از مرز رد بشه اونور. الان ایران به افغانستان بره، به پاکستان بره، به تاجیکستان بره، به ازبکستان بره، یک ساعت و نیم. 3 ساعت یوهو. و دلیل اون ساعت چینه که در همه نقاط این کشور به وقت مرکز این کشور تنظیم میشه. آیا میدانستید که ارزش ذخایر معدنی دست نخورده و کشف شده افغانستان به بیش از 3 تریلیون دلار میرسه؟ 3 تریلیون دلار؟ نمیشه اصلا حسابش. 3 تریلیون؟ 3 تریلیون از میدونم. میخواستم بگم تریلیون. صفر اگه میخوای صفرشو ببینی چقدره. 3 تریلیون میلیون تومان هم میلیون تومان میده. نمیدونم. تریلیون خودش یک واحده. من چرا میلیون گفتم؟ 3 تریلیون میلیون. 3 تریلیون تومان. 1/14% تو فکر کن 3 تریلیون. تو فکر کن 3 تریلیون دلار. یعنی تو همونو بعد به ازای تومنش هم حساب بکنی خیلی دار. اصلا نمیتونم چیز بگم. اصلا ببین ول کن دیگه. من میگم ول کن. بریم. این معادن بسیار ارزشمند در صورت بهره برداری مناسب میتونه اقتصاد افغانستان رو به سطح عالی برسونه. و خوبه که البته این باز بستگی به این داره که مثلا افغانستان بتونه اینو به راحتی بفروشه. نمیدونم. خب ببین نچاپن این وسط. 2 شرکتی، 3 تا شرکت، 4 تا شرکت بیاد داخل اینا رو آب کنن. اون شمشش کنم مثلا اگه در خود مثلا افغانستان امکاناتشو نداشت برای مثلا لیتیوم و اینا، چین مثلا قرارداد باش بسته که بیاد براش استخراج بکنه. استخراج همین کنه. قرارداد یا علمی شوپه درست میکنه. یهودی آقا اون لابلا یکی برای خودش برمی‌داره. خود بین مردم شوپه درست شده. یعنی میگن آقا چین اومده داره میچاپه. میدید چی میگن؟ الان خود ایران هم میچاپه دیگه. کی؟ چین. خیلی قراردادهای معادن رو میاد ایران. نه بابا مگه به همین راحتیه به چاپ آخه؟ مگه با گاگول طرفن آخه؟ بابا اینا اینقدر اینکه خوک خورن از آمریکا پستر. چین نه پستر نیست، پس دوز و کلک بازه. تموم شده. از آمریکا پستر و دوز و کلک بازتر نیستش که. مجبوری نمیتونی با همه دشمن باشی که. برید بدونید این فقط معادن کشف شده این کشوره. پشم آیا میدانستید دیدی معادنو رو به سطح عالی برسونه؟ اون یکی که بدونید این فقط خب آها زده دیگه معادن چی هست می‌بینی؟ اون گوشال انگلیسی زده. ما زیاد انگلیسی ما فقط یه گلدشو میتونم ببینم معادن طلایی که داره. اما اوله نه آه با لیتیوم. اینا لیتیومشه. لیتیوم ها این شکلی، البته خیلی عکس بیکیفیت از دور. معادن کشف شده این کشوره. آیا میدانستید که 42% از خاک افغانستان حداقل 2000 متر از سطح دریا بالاتره؟ و بلندترین قله افغانستان به نام نوشاخ هم 7492 متر از سطح چی؟ نوشاخ؟ نوشاخ نه نوشاخ هم 2000 متر از سطح دریا بالاتره. و بلندترین قله افغانستان به نام نوشاخ هم نوشاخ هم آره نوشاخ هم فکر کنم بچه درست استالاش نوشاخ هم نمیدونم بچه ها بگید تلفظ درستشو. و اینا این دقیقه همونجا که من اکثر ویدیوی ماشینیمون اینو گفتم، تو افغانستان 0 تا 100 ماشین رو میخوای بزنی 3-4 ثانیه بیشتر در میاد برات. فکر کنم شاید هم بیشتر، یعنی میره بالاتر یا پایین‌تر. هر چی ارتفاع با دریا کمتر باشه خب سرعت 0 تا 100 ماشین تو شتاب ماشینت بهتره. موقعی که اینجا زیاد بشه میره بالا چون تنفسش ضعیف‌تر میشه. آره دیگه نفس ماشین گرفته میشه. 4 متر از سطح دریا بالاتره. و بلندترین قله افغانستان به نام نوشاخ هم 7492 متر از سطح دریا ارتفاع داره. پشما آیا میدانید که کشور ابرقدرت اون زمان یعنی شوروی در سال 1979 به افغانستان حمله و این کشور رو به اشغال خودش درآورد؟
بله. آره میدونستیم دیگه اینو ما چون تحقیق داشتیم. بابا اینو کرم دارن میان این کشور دور. این منطقه مهمی افغانستان تو یک چی میگن تو یک جایگاه همی... جغرافیایی قرار گرفته که خیلی برای کشورها مهمه. بسره دیگه دور تا دورش کشورها رو به هم وصل کرده. آره چند تا کشور رو به هم وصل کرده. انگار دو تا نیمه قاره آسیا رو به هم وصل کرده. آره. چین و به ایران و کشورهای عربی وصل کرده. هندوستان به این ور. هندوستان که اصلا پایین پاکستانی رفت. میدونم میگم فکر کنم اون ور پاکستان هندوستان وصل کرده. با... میاد دیگه میتونه وصل کنه به سمت ایران، به سمت روسیه. روسیه رو با واسطه هندوستان تو متوجه نشدم منظور چیه آقا این هندوستان اینجاست خب هندوستان اونجاست روسیه هم این بالاست دیگه کی گفته این افغانستانه خوب. اینجا کشورهای دیگه است بعدش تازه روسیه است بعد دوباره پایین افغانستان خب دارم میگم اینجا پایین پاکستان تازه هنده فکر کن آقا این دوتا میان از اینجا میتونن بیان آره دیگه برای تردد داره باید از این کشورها رد بشن چی تا دندان مسلح در خاک این کشور ماندگار شد آیا می دانستید رشادت ها و از خودگذشتگی های ملت غیور افغانستان نیروهای شوروی را وادار کرد در سال 1989 یعنی 10 سال بعد از اشغال این کشور شکست را قبول و با دست خالی افغانستان را ترک کند؟ مردم نتونست در بیفته کشید بی فکر و شوروی عظمت رو دیدی شوروی و نقشه بود. همون دیگه عظمت نقشه شوروی دیدید ول کرد رفت و یا اینکه ملت افغانستان چند بار هم انگلیسی‌ها را از خاکشون بیرون کردند. آیا می‌دانستید افغان‌ها یکی از مهمان نواز‌ترین ملت‌های جهان است؟ ولی حالا کاری ندارم می‌رسید چرا افغان حالا افغانستان دلش می‌چ این ستانه می‌دونی از کجا میاد؟ از انگلستان میاد. بیان مطلب بسیار مهمه. یا مثلا بگم اون سم هندوستان هندوستان ستانه کجا میاد؟ از انگلستان میاد. میدی برای چی اینو میگم؟ دقیقاً تو این کشور انگلیس دخالت خیلی میکرده به خاطر اینه اون اصل اسمش و اینا رو هم برده به اون سمت. یار از خاکشون بیرون کردند. آیا میدانستید افغان‌ها یکی از مهمان نوازترین ملت‌های جهان هستند و بیشتر آنها یک سنت قدیمی رو دنبال میکنند و این سنت از آنها میخواد هر مهمانی که به خانه آنها آمد پناه دهد. همین الان تو ایرانش افغانستانی که حالا شاید یه عدهشون وضعیت خوبی هم نداشته باشن لازم مهمی ولی باز هم مثلا یه مرمرفت داره میاد میگه بیا اینجا با اینکه ایرانی هم و ایرانی ها خداوکیلی میرن کمک میکنن اگه مثلا جایی ببینن افغانستانی میرن بهش کمک میکنن آره. چیزی غذای چیزی نداشته باشه بهش بدن تو محل ما این دو طرف هست تو محل ما یکی همین بچه های افغانستان بود بنده خدا بچه‌ش طبقه چهارم افتاد پایین یه بچه کوچیکه 2 ساله بود بنده خدا با تمام نیرو مهمان نوازی کنه حتی اگر پناه آورنده دشمن آنها باشه آیا میدانید ایران و افغانستان همیشه در ناملایمات تاریخی مثل حمله مغول‌ها پشتیبان هم بودند و یا اینکه ایران و... این خوبه دیگه باید اینجوری باشم یا حالا اون موقع اینجوری بود الانش هم باید پشت هم باشن آره ولی خب سیاستاشون ما هم مشکل دارن دیگه سیاستا با هم نمیخونه همین سیاست هم باعث شده بعضی از عده‌ای از مردم ایران عده‌ای از مردم افغانستان هم با هم دیگه چپ بشن با هم دیگه داستان کنن خوب نیست هستن افغانستان دو کشور با ریشه های تاریخی و نژاد مشترکند و واژه نژاد پرستی بین آنها بی‌معنی است آیا می‌دانستید در یک دهه گذشته نام افغانستان بیشتر از هر کشور دیگه‌ای در اخبارهای سراسر جهان برده شده و یا این به خاطر جنگ و اینجا آره دیگه ای کاش به عنوان معادنش به خاطر مراکز تاریخی که داره توریستیش سرچ میشد نه به خاطر جنگ و آمریکا اونجا چه غلطی داره میکنه و شوروی چه غلطی میکرده و این حرفا که ملت افغانستان از 14 قوم تشکیل شده که نام تمام این قومیت ها در سرود ملی این کشور برده شده آیا میدانستید که البته الان دیگه سرود ملی دیگه طالبان فکر کنم این ویدیو قدیمی باشه نمیدونم کشور افغانستان دارای آثار باستانی بسیار زیبایی است که در صورت ایجاد امنیت در اون کشور درآمد قابل توجه ارزی را نصیب این مسجد آبی فکر کنم آره. در مزار شریف ببین اینقدر دیگه ما دفتیم تو این بحر خدا وکیلی چقدر مراکز خفنی داره اصلا دیگه بگی من خودم کسی ام که هزینه میکنم بیام ولی واقعا الان هزینه اومدن به افغانستان از ترکیه برای من ایرانی گرونتر در میاد خب آره دیگه نه بعد اصلا این من یکی از بچه‌ها یه حرف باحالی زده بود تو کامنتا گفته بود که اگر من یک روزی رئیس جمهور افغانستان بشم اینم که تو خواب ببینم بشم این دو تا مرز رو میشکنم نمیذارم دیگه این مرز باشه دیگه آقا من با ماشین خودم سوار بشم بگم آقا مثلا 2 روز دیگه میرسم مثلا مزار شریف مثال دیگه میگه دیگه اینجوری بکن نه اینکه دیگه بیام یه مرز باشه مثلا یا سر باشه نه سر یک 2 سانت با هم دیگه بین ایران و ترکیه مرز نیست
ولی مرزی حس نمی‌کنی واقعا، قبول داری مرزی فقط ورود و خروج میزنن. آره دیگه هیچ، فقط مهر میزنن برد، یه پاسپورت داشته باشی. ولی انشالله که تو روزهای آینده اگر این دولت ماندگار باشه و یک ذره به خودشون بیا، یه حرکتایی میشه زد. این حرکت‌ها آره دیگه، حرکت‌های خفن باشه که باید ساخت دیگه. حالا خوب و بدش باید ساخت، با هر حکومتی با هر دولتی باید ساخت دیگه، تا زمانش که حالا چه بره چه بمونه دیگه این کشور میکنن. و یا اینکه دو مجسمه تاریخی بسیار بزرگ بودا در این کشور بودند که متاسفانه به بهانه نشانه های بت‌پرستی توسط طالبان و در سال 2000. خب باشه، نشانه بت‌پرستی، ما بت‌پرستی رو قبول نداریم، ولی تو چرا آثار باستانی رو میاری پایین آخه؟ آقا این آثار باستانی بت‌پرستی برای ده آقا چندین قرن پیش بوده. آره بعد الان تو افغانستان بت‌پرستی پیدا نمی‌کنی. بابا هر کی میگه آقا افغانستان، میگه آره اون دو تا بودا، یکی اون بودای خفته داره، یه دونه زیر خوابیده همینجا فکر کنم تو این مناطقه پیدا نکردن. با این تو این مناطقه برای یک تخریب میشن. و در پایان آیا میدانستی که خوشبختانه یکی از مجسمه های بودا در حال بازسازیه و همه چیز تا حالا خوب پیش رفته؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر. بچه لینک ویدیو هم تو دیسکریپشن هست، حتما ببینید. هست اگه دوست داشتید بیاید خودتون هم نگاه بکنید. دمتون گرم که تماشاگر لایک سابسکرایب بکوبید، زنگ بزنید. حتی ویدیو بعدی خدا نگهدار.